مرد 100 ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد. نوشته یونس یوناسون، ترجمه فرزانه طاهری. فصل 5. دوشنبه 2 می 2005. روزنامه سراسری بی معطلی ماجرای پیرمردی را که در 100 سال روز تولدش غیب شده بود چاپ کرد. چون گزارشگر روزنامه تشنه خبرهای واقعی از ناحیه بود، موفق شد القا کند که نمی شود احتمال روبوده شدن را از نظر دور داشت. بنا به اظهار نظر شاهدان عینی، مرد 100 ساله کلش درست کار می کرده و احتمالاً گیج و منگ برای خودش سرگردان نشده بود. ناپدید شدن در 100 سال روز تولد رویداد ویژه است. ایستگاه رادیوی محلی کمی بعد دنباله روزنامه محلی را گرفت و بعد به دنبالش پای رادیوی سراسری، وبسایت های روزنامه های سراسری و اخبار بعد از ظهر و شب تلویزیون به ماجرا کشیده شد. پلیس در فلن ناچار شد پرونده را به جوخه جنایی استان تحویل بدهد و در نتیجه 2 اتومبیل پلیس با افسران اونیفرم پوش پلیس و 1 کاراگاه سربازرس که اونیفرم به تن نداشت با آنجا اعزام شدند. خبرنگارهای جور و جور هم که می‌خواستند همه گوشه و کنار ناحیه را بگردند به آنها ملحق شدند. حضور رسانه‌های گروهی هم انگیزه ای شد که رئیس پلیس استان رهبری تحقیقات را خود به دست بگیرد و شاید در این نیز و بیز جلوی دوربین هم قرار بگیرد. در ابتدا تحقیقات عبارت بود از اتومبیل‌های پلیس که سرتاسر شهر را می‌رفتند و می‌آمدند، در حالی که سربازرس آرنسون در خانه سالمندان از آدم‌ها بازپرسی می‌کرد، اما شهردار به خانه رفت و تلفنش را خاموش کرده بود. بقیده او کشیده شدن پای آدم به ناپدید شدن یک کهنسال قدر نشناس جز ضرر چیزی نداشت. رئیس پلیس استان گروه‌های جستجو را با کمک حدود 100 داوطلب از ناحیه سازماندهی کرد و وقتی که این همه به نتیجه نرسید واقعا تعجب کرد. تا به اینجا به رغم اظهارات شاهدان درباره کم نبودن تخته‌ای از مغز پیرمرد 100 ساله، او کاملا مطمئن بود که پرونده معمولی آدمی مبتلا به پیرمغزی است که گم و گور شده است. به این ترتیب تحقیقات در این مرحله به جایی نرسید. نه تا وقتی که سگ پلیس که از اسکیلستونا قرض گرفته بودند ساعت حدود 7:30 عصر رسید. سگ چند لحظه صندلی راحتی آلن و جاپاهای میان بنفشه‌های بیرون پنجره را بو کرد و بعد به طرف پارک و به آن طرف خیابان به محدوده کلیسای قرون وسطایی راه افتاد. از روی دیوار سنگی پرید، بیرون اتاق انتظار ایستگاه اتوبوس متوقف شد. در اتاق انتظار قفل بود. کارمندی به پلیس گفت که ایستگاه ساعت 7:30 عصر روزهای هفته که همکار آن کارمند کار روزانه‌اش را تمام می‌کند، درهایش را می‌بندد. اما اگر پلیس مطلقاً نمی‌تواند تا روز بعد صبر کند، می‌توانند همکارش را در خانه ببینند. نامش رونی هولت بود و مطمئن بود که اسمش در دفتر تلفن هست. وقتی که رئیس پلیس استان در مقابل دوربین‌ها بیرون خانه سالمندان ایستاده بود و اعلام می‌کرد که پلیس برای ادامه کار گروه‌های جستجو در طی عصر و شب به کمک مردم نیاز دارد، چون آن فرد 100 ساله لباس کمی به تن دارد و احتمالاً پریشان حال است، در همین حال کارگاه سربازرس آرنسون زنگ در خانه رونی هولت بلیت فروش را می‌زد. سگ به وضوح نشان داده بود که مرد کهنسال به اتاق انتظار رفته است و آقای هولف که در باجه بلیط فروشی بوده حتما میتواند بگوید که پیرمرد به اتوبوس از مانچوپینگ رفته است یا نه. اما رونی هولف در را باز نکرد. در اتاق خوابش با پرده های کشیده پنهان شده بود و گربه‌اش را بغل کرده بود. رونی هولف رو به در خانه زیر لب میگفت از اینجا بروید، از اینجا بروید. و در پایان سربازرس دقیقاً همین کار را کرد. تا حدودی با نظر رئیسش موافق بود که مرد کهنسال همان دوروبرها برای خودش می‌گردد، یا اگر هم که سوار اتوبوس شده بود احتمالاً قادر است از خودش مراقبت کند. رونی هولت هم احتمالاً به دیدن دوست دخترش رفته است. نخستین کارش فردا صبح این بود که سر کار به سراغ او برود، اگر که البته مرد کهنسال تا آن وقت پیدایش نشده باشد. ساعت 9:02 شب به پلیس استان تلفنی شد. اسم من برتیل کارلگرن است و تلفن زدم که یعنی در واقع از طرف زنم زنگ میزنم. خب راستش زنم گردا کارلگرن چند روزی بود رفته بود فلن دیدن دخترمان و شوهرش. قرار است به زودی بچه‌ای به دنیا بیاورند.
اما امروز وقتش بود که به خانه برود و سوار منظورم گرداست گردا سوار اتوبوس اول بعد از ظهر شد و اتوبوس از مانشوپینگ رد می شود. ما اینجا در استرنگنس زندگی می کنیم. البته ممکن است چیز مهمی نباشد. زنم البته اینطور فکر نمی کند. ما از رادیو شنیدیم که یک مرد 100 ساله ناپدید شده است. شاید تا حالا دیگر پیدایش کرده باشید. نکرده اید؟ به هر حال زنم می گوید که یک مرد که خیلی پیر بوده در مانشوپینگ سوار اتوبوس شده و یک چمدان بزرگ همراهش بوده، انگار که به سفری طولانی می رود. زنم عقب نشسته بود و پیرمرد درست جلو نشسته بود، برای همین نمیتوانسته خوب او را ببیند و درست بشنود که پیرمرد و راننده چه حرفهایی به هم میزنند. چی گفتی یردا؟ خب یردا میگوید که از آن آدمهایی نیست که به صحبت آدمهای دیگر گوش کند. پیرمرد وسطهای راه استرنگنس پیاده شده. یردا نمیداند که اسم ایستگاه اتوبوس چی بوده، اما یک جورهایی وسط جنگل بوده. مکالمه ضبط و پیاده و با فکس به هتل کارگاه سربازرس در مالمشوپینگ ارسال شد. فصل ششم. دوشنبه دوم می و سه‌شنبه سوم می 2005. چمدان پر از بسته‌های اسکناس 500 کرونی بود. یولیوس ذهنی به سرعت حساب کرد. 10 ستون بسته اسکناس در 5 ستون، هر ستون 15 دسته. یولیوس گفت 37.5 میلیون اگر درست حساب کرده باشم. آلن گفت برای خودش پولیست. بگذارید بیایم بیرون حرامزاده ها. صدای فریاد مرد جوان از سردخانه بود. مرد جوان داشت آنجا دیوانه بازی در می آورد. نعره می کشید و لگد می زد و باز نعره می کشید. آلن و یولیوس باید حواسشان را جمع تغییر غافل کننده اوضاع می کردند، اما با آن همه سر و صدا که نمی توانستند. بالاخره آلن به فکر افتاد که وقتش است مزاج آتشین مرد جوان را خنک کنند. برای همین موتور سردخانه را روشن کردند. چند ثانیه بیشتر نگذشته بود که مرد جوان متوجه شد وضعیتش بدتر شده است. ساکت شد تا بتواند درست فکر کند. کاری نبود که معمولاً چندان استعدادی برایش داشته باشد، چه برسد به وقتی که با سردردی نبضدار در سردخانه گرفتار شده باشد که به سرعت سردتر می شود. بعد از چند دقیقه تأملات به این نتیجه رسید که بعید است تهدید و یا تلاش برای لگد پرانی چندان کمکی به بیرون رفتن از این وضعیت بکند. تنها کاری که از دستش برمی آمد این بود که از بیرون طلب کمک کند. تنها کار این بود که به رئیس تلفن بزند. از فکرش وحشتش گرفت. مرد جوان یکی دو دقیقه ای تردید کرد و هوا سردتر و سردتر شد. سرانجام تلفن همراهش را در آورد. آنتن نمی داد. عصر گذشت و شب شد و شب صبح شد. آلن چشمش را باز که کرد نمی توانست سر در بیاورد که کجاست. یعنی در خواب مرده بود؟ صدای مردانی سرخوشی به او صبح بخیر گفت. اطلاع داد که دو خبر مهم هست که باید به او بدهد، یکی خوب و یکی بد. آلن دلش میخواست کدام را اول بشنود. اول از همه آلن میخواست بداند که کجاست و چرا زانوهایش درد میکند. هرچند که این معید این بود که برغم همه چیز زنده است، اما مگر نه اینکه و مگر نه اینکه بعد از اینکه سوار اتوبوس اسم مرد یولیوس بود، قطعات داشتن جور می شدند. آلن بیدار بود. روی تشکی روی زمین اتاق خواب یولیوس دراز کشیده بود. یولیوس ایستاده در درگاه سوالش را تکرار کرد. آلن می خواست اول خبر خوب را بشنود یا خبر بد را. آلن گفت خبر خوب. از خیلی خبر بد هم می توانی بگذری. یولیوس به او گفت بسیار خوب. خبر خوب این که صبحانه روی میز است. قهوه هست، ساندویچ با گوشت گوزن بریان سرد و تخم مرغ‌های همسایه. فکرش را بکن که آلن قرار بود در زندگی یک بار دیگر صبحانه بدون فرنی بخورد. واقعا خبر خوبی بود. وقتی پشت میز آشپزخانه نشست احساس کرد که حالا آماده است تا بالاخره خبر بد را هم بشنود. یولیوس گفت و اما خبر بد، و صدایش را کمی پایین آورد. خبر بد این است که وقتی دیشب من و تو خوش و خرم بودیم و کله من حسابی گرم شده بود، یادمان رفت موتور سردخانه را خاموش کنیم. آلن گفت خب؟ خب مردک آن تو تا حالا حتما سرد و مرده و سرد شده است.
یا سرد شده و مرده؟ آلن با نگاهی نگران گلویش را خاراند و در همان حین می‌خواست تصمیم بگیرد که بگذارد خبر این بی‌دقتی روزش را خراب کند یا نه. گفت: ای بابا. اما ناگفته نگذارند که این تخم مرغ‌ها را درست به اندازه پخته ای، نه خیلی سفتند و نه خیلی شل. کارگاه سرباز رس آرنسون حدود ساعت 8 صبح با خلق بعد بیدار شد. کهنسالی که گم و گور می شود، آمدانه یا هرچه، نباید پرونده‌ای بشود که به کسی با قابلیت‌های سرباز رس ارجاع بدهند. آرنسون دوش گرفت، لباس پوشید و رفت به طبقه همکف هتل پلوانا صبحانه بخورد. سر راه متصدی پذیرش را دید که فکسی را که شب قبل درست بعد از تعطیل شدن پذیرش رسیده بود به او داد. یک ساعت بعد سربازرس پرونده را از نگاهی دیگر می‌دید. اهمیت فکس پلیس استان معلوم نبود تا اینکه آرنسون به دیدن رونی هولت رنگ پریده‌ای در باجه بلیط فروشی ایستگاه رفت. چندان به درازا نکشید که رونی هولت به زانو در آمد و برای آرنسون تعریف کرد که چه شده است. کمی بعد تلفنی از اسکیلستونا شد و گزارش داد که شرکت اتوبوس استان در فلن همین حالا متوجه شده که یکی از اتوبوس‌هایش از شب گذشته ناپدید شده است. می شود که آرنسون به یسیکا بیورکمن نامی که دوست دختر هم خانه راننده اتوبوس است که از قرار معلوم دزدیده شده اما آزاد شده است تلفن بزند. بازرس کل آرنسون به هتل پلونا برگشت تا فنجان قهوه‌ای بخورد و تمام این اطلاعات تازه به دست آمده را سرهم کند. مشاهداتش را چنین نوشت: مردی سال خورده درست قبل از اینکه سال روز 100 سالگیش را جشن بگیرند از اتاقش در خانه سالمندان غیب می شود. به نسبت سنش در وضعیت بسیار خوبی است یا بوده است. خود همین واقعیت فیزیکی که توانسته از پنجره خودش را بیرون بکشد گواهی است بر این واقعیت. البته مگر اینکه مرد کهنسال همدستی هم در بیرون داشته باشد، اما مشاهدات بعدی حکایت از این دارد که به تنهایی عمل کرده است. وانگهی خانم مدیر آلیس شهادت داده که آلن شاید پیر باشد اما در ضمن از آن اراذلی است که نظیر ندارد و همیشه هر غلطی که دلش بخواهد می کند. بنابر یافته های سگ رادیو، کارلسون بعد از لگد مار کردن باغچه بنفشه از بخش های از مارم شوپینگ پیاده رفته و سرانجام وارد اتاق انتظار ایستگاه اتوبوس شده که در آنجا به گفته شاهد عینی رونی هولت بلیط فروش یک راست به باجه بلیط فروشی رفته یا در واقع پاکشان رفته، چون هولت متوجه گام های کوتاه پیر مرد شده و اینکه دمپایی روپرشی به پا داشته است نه کفش. اظهارات بعدی هولت نشان می‌داد که کارلسون می‌خواست در اسرع وقت از مالم شوپینگ دور شود و جهت یا وسیله حمل و نقل ظاهراً برایش اهمیت کمتری داشته است. تصادفاً یسیکا بیورکمن، دوست دختر همخانه لنارت رامنر، راننده اتوبوس هم این را تایید می‌کرده. راننده اتوبوس هنوز بازپرسی نشده بود به این دلیل که تعداد زیادی قرص خواب‌آور خورده بود. اما اظهاریه بیورکمن به نظر متقن می‌آمد. کارلسون از راننده در ازای مقدار معینی پول بلیط خریده بود. مقصد تصادفاً ایستگاه قطار برینگه بوده، تصادفاً. بنابراین دلیلی نبوده فکر کنیم کسی یا چیزی منتظر او بوده است. یک نکته جزئی جالب دیگر هم بود. بلیط فروش متوجه نشده که آیا کارلسون قبل از اینکه سوار اتوبوس به مقصد برینگه شود چمدانی به همراه داشته یا نه، اما این واقعیت خیلی زود به دلیل رفتار خشونت‌آمیز کسی که فرض می‌شود عضو سازمان تبهکاری دیگر هرگز است برایش آشکار شده بود. در ماجرایی که یسیکا بیورکمن توانسته بود از زیر زبان دوست پسر رانندهش بکشد چمدانی در کار نبوده، اما فکس پلیس تایید می‌کند که کارلسون احتمالاً هرچند باور نکردنی است چمدان را از عضو سازمان تبهکاری دیگر هرگز دزدیده است. باقی داستان بیورکمن در کنار فکس از اسکیلستونا به ما میگوید که کارلسون در ساعت 3:20 بعد از ظهر، چند دقیقه قبل یا چند دقیقه بعد و بعد عضو دیگر هرگز، حدود 4 ساعت بعد در ایستگاه قطار برینگه پیاده شده و پیاده به مقصدی نامعلوم رفتند. اولی 100 سال دارد، چمدانی به دنبال میکشد، دومی حدود 75 سال جوانتر است.
سرباز رسالنسون دفتر یادداشتش را بست و ته فنجان قهوه‌اش را سر کشید. ساعت 10:25 صبح بود. ایستگاه بعدی ایستگاه قطار بیرینگر. سر صبحانه یولیوس همه دستاوردها و برنامه‌ریزی‌هایش در اول صبح را که آلن هنوز خواب بوده برای آلن تعریف کرد. اول واقعی ناگوار سردخانه. وقتی یولیوس متوجه شده بود که دمای آنجا به مدت 10 ساعت در طی غروب و شب زیر دمای انجماد بوده، مسلح به دیلم در را باز کرده است. اما اگر مرد جوان زنده هم بود، خیلی بعید بود که هوشیاری و بیداری لازم را در برای مقابله با یولیوس و دیلمش داشته باشد. اما اقدام احتیاطی دیلمانه بی‌وجه بود. مرد جوان چند بات زده روی قفسه خالیش نشسته بود. روزگار تهدید و لگد پرانی‌هایش هم به سر آمده بود. روی بدنش بلورهای یخ نشسته بود و با چشمانی سرد به هیچ نگاه می‌کرد. خلاصه به اندازه یک گوزن سلاخی شده مرده بود. به نظر یولیوس خیلی بد بود، اما خیلی هم کارشان را راحت تر کرده بود. آنها که نمی توانستند بگذارند آن مرد وحشی همینطوری از آنجا بیرون بیاید. یولیوس موتور را خاموش کرده و در را باز گذاشته. مرد جوان مرده بود، اما نیازی به انجماد عمیق نداشت. یولیوس اجاق را در آشپزخانه روشن کرد تا آنجا گرم شود و سری هم به پول زد. برآورد شتاب زده 37 میلیون شب قبل درست نبود. دقیقاً 50 میلیون بود. آلن با علاقه به گزارش یولیوس گوش داد و در ضمن با اشتهایی بیشتر از آنچه مدت‌ها بود به خاطر داشت سکانش را می‌خورد. تا وقتی که یولیوس به قضیه پول رسید حرفی نزده بود. 50 میلیون را راحت‌تر می‌شود به دو قسمت تقسیم کرد تا 37 میلیون. تر و تمیز و مساوی. می‌شود لطفاً نمک را به من بدهی؟ یولیوس ضمن برآورده کردن تقاضای آلن گفت که احتمالاً می توانست اگر لازم شد 37 میلیون را هم به دو قسمت تقسیم کند، اما قبول دارد که 50 میلیون راحت تر است. بعد یولیوس جدی شد. پشت میز آشپزخانه روبروی آلن نشست و گفت که دیگر وقتش رسیده که ایستگاه متروکه را برای همیشه ترک کنند. مرد جوان در سردخانه دیگر نمی توانست صدمه ای به آنها بزند، اگرچه اما چه کسی می داند که سر راهش به اینجا چه برنامه ای به راه انداخته است؟ هر لحظه ممکن بود 10 مرد جوان دیگر آنجا در آشپزخانه بایستند و فریاد بکشند. هر کدام به بدعنقی آن یکی که دیگر فریادی از او بلند نمی شود. آلن قبول داشت، اما عدد سالهای عمرش را به یولیوس گوشزد کرد و خاطر نشان کرد که دیگر به اندازه قدیم تحرک ندارد. یولیوس قول داد که کاری کند که به کمترین حد ممکن ناچار باشد راه برود، اما باید از آنجا می رفتند و بهترین کار این بود که مرد جوان داخل سردخانه را با خودشان ببرند. برای این دو پیرمرد خوب نبود که مردم پشت سرشان جسدی پیدا کنند. صبحانه تمام شد و حالا وقت رفتن بود. یولیوس و آلن مرد جوان را بلند کردند و از سردخانه به آشپزخانه آوردند و او را روی صندلی گذاشتند تا دوباره نفس تازه کنند. آلن از سر تا پایش را برانداز کرد و بعد گفت: آدم به این گندگی چه پاهای کوچکی دارد. این کفش ها که دیگر به دردش نمی خورند هان. یولیوس جواب داد که هرچند ممکن است این وقت صبح بیرون هوا سرد باشد، خطر این که انگشت های پای آلن سرمازده شود بیشتر از تا پاهای مرد جوان. اگر به نظر آلن کفش ها اندازش می شود، باید درشان بیاورد و بپوشد. اگر مرد جوان اعتراضی نکرد، معنیش این است که موافق است. کفش ها کمی برای آلن بزرگ بود، اما محکم بود و بیشتر از یک جفتن پایی روفرشی مستعمل به درد فرار کردن میخورد. قدم بعدی این بود که مرد جوان را تا در هل بدهند و از پلا سرازیرش کنند. وقتی که هر سه روی سکو ایستادند، دو تا ایستاده و یکی خوابیده، آلن پرسید که حالا یولیوس چه فکری در سر دارد؟ یولیوس با آلن گفت: جایی نرو. به جوان گفت: تو هم همینطور. و سکو پایین پرید و به طرف انباری در انتهای تنها خط فرعی ایستگاه رفت. کمی بعد یولیوس یک درزین را از انبار به بیرون هل داد. مدل کلاسیک 1954. خوش آمدید. سوار شوید.
یولیوس بخش سخت کار یعنی رکابزنی در جلو را انجام میداد. درست پشت او آلن پاهایش را به حرکت پدال‌ها سپرده بود و جسد روی صندلی سمت راست نشسته بود. با سری تکیه داده به دسته جارو و عینک آفتابی که چشمان زل‌زده‌اش را می پوشاند. 11:55 بود که گروه به راه افتادند. 3 دقیقه بعد ولوی آبی تیره‌ای به ایستگاه سابق راه آهن بیرینگر را وارد شد. سرباز رس آرنسون از اتومبیل پیاده شد. ظاهر ساختمان شکی باقی نمیگذاشت که متروکه است، اما نتیجه گرفت که احتمالاً باید قبل از رفتن به دهکده بیرینگ و زدن در خانه ها نگاهی دقیق‌تر به آنجا بیندازد. آرنسون با احتیاط پا بر سکو گذاشت چون به نظرش خیلی محکم نمی آمد. در را باز کرد و صدا زد: کسی اینجا نیست؟ چون جوابی نیامد از پله ها بالا رفت و به طبقه اول رسید. اما ساختمان مسکونی به نظر می رسید. طبقه پایین در اجاق آشپزخانه زغال ها فروزان بود و صبحانه برای 2 نفر روی میز که تقریبا تا ته خورده شده بود. روی زمین یک جفت دمپایی روفرشی مستعمل افتاده بود. سازمان دیگر هرگز خود را رسماً باشگاه موتورسواری توصیف می‌کرد، اما در واقع گروه کوچکی از مردان جوان سابقه دار بود به رهبری مردی میانسال با سابقه باز هم بیشتر که همگی کموکان مقاصد تبهکارانه داشتند. رهبر گروه پرگورنار یردین نام داشت، اما هیچ کس جرأت نداشت او را جز رئیس جور دیگری صدا کند، چون این تصمیمی بود که رئیس گرفته بود که تقریبا 2 متر هم قد نداشت، 230 کیلو وزن و اگر کسی یا چیزی عصبانیش میکرد دست به چاقو میشد. رئیس زندگی تبهکاریش را دست به عصا شروع کرده بود. همراه با یک شریک میوه و سبزیجات به سوئد وارد میکرد و کشور مبدأ را جعل میکرد تا مالیات دولت را بالا بکشد و از مشتریها قیمت بالاتری بگیرد. شریک رئیس اشکالی داشت. وجدانش چنان که باید و شاید انعطاف پذیر نبود. رئیس میخواست با نقشه های اساسی تر مثل خواباندن مواد غذایی در فرمالدهید کسب و کارش را گسترده تر کند. شنیده بود که در بخش هایی از آسیا اینطوری این کار را میکنند و رئیس به فکر افتاده بود که گوشت قلقلی سوئدی را از فیلیپین وارد کند، ارزان از طریق دریا، با میزان لازم فرمالدهید، گوشت قلقلی ها اگر لازم باشد حتی در 100 درجه هم تا 3 ماه زنده میمانند. تا 3 ماه تازه میمانند. آنقدر برایشان ارزان تمام میشد که شرکا حتی لازم نبود بر آنها برچسب سوئدی بزنند تا با فروششان سود بیشتری ببرند. به نظر رئیس دانمارکی هم کافی بود. اما شریکش گفت نه. به نظر او فرمالدهید برای مومیایی کردن جسد خوب بود، اما به درد بخشیدن زندگی ابدی به گوشت قلقلی ها نمی خورد. برای همین راهشان از هم جدا شد و گوشت قلقلی های فرمالدهیدی به جایی نرسید. در عوض رئیس کشف کرد که می تواند یک کلاه اسکی روی سرش بکشد و درآمد روزانه جدی ترین رقیبش یعنی شرکت واردات میوه استکهلم با مسئولیت محدود را سرقت کند. با کمک یک قمه و فریاد خشمگین پولها رو رد کن بیاد، وگرنه در یک لحظه و در کمال حیرت 41,000 کرون ثروتمندتر شده بود. چرا وقتی می شود آدم یک چنین پول نازنینی را بدون اینکه تقریبا هیچ زحمتی بکشد به دست بیاورد اینقدر در کار واردات جان بکند؟ و به این ترتیب مسیر زندگی رئیس تعیین شده بود. معمولا کار خوب پیش می رفت. در حدود 20 سال در مقام کارآفرین در کسب و کار سرقت فقط 1-2 بار به مرخصی اجباری رفت. اما پس از 2 دهه رئیس احساس کرد که وقتش از بلند پروازی به خرج دهد. چند تا نوچه جوانتر پیدا کرد. اولین کاری که کردیم بود که به هر کدام لقب احمقانه مناسبی بدهد. اسم یکیشان کلنگ بود و یکی چنگک، و بعد با کمک آنها دست به 2 سرقت موفقیت آمیز خودروی حمل پول زد. اما سومین سرقت خودروی حمل پول منجر به 4.5 سال حبس در یک زندان فوق امنیتی برای هر 3 ایشان شد. آنجا بود که رئیس به فکر سازمان دیگر هرگز افتاد.
در مرحله اول باشگاه قرار بود حدود 50 عضو داشته باشد که به 3 شاخه عملیاتی تقسیم می شدند. سرقت، مواد مخدر و اخاذی. نام دیگر هرگز از رویای رئیس آمده بود که می خواست چنان ساختار حرفه‌ای و نفوذناپذیری برای تبهکاری درست کند که دیگر هرگز خود را در یک زندان فوق امنیتی نیابد. سازمان دیگر هرگز قرار بود رئال مادرید تبهکاری سازمان یافته باشد. رئیس عاشق دیوانه فوتبال بود. در آغاز فرایند عضوگیری در زندان خوب پیش می رفت، اما بعد نامه ای از مامان رئیس دست به دست در زندان دست به دست شد. مامانش از جمله نوشته بود که پرگور نازنینش باید مراقب باشد که در زندان قاطی آدم های بد نشود. باید مراقب لوزه های حساسش باشد و او منتظر است تا وقتی که بیرون بیاید با هم جزیره گنج بازی کنند. بعد از این کاری کردن دو سه یوگوسلاو در صف نهار و در کل رفتار کردن مثل دیوانه های زنجیری هم کمکی به رئیس نکرد. اقتدارش خدشه‌دار شد. از 30 عضوی که تا آنجا گرفته بود 27 تایشان کنار کشیدند. بجز کلنگ و چنگگ فقط یک ونزوئلایی به نام خوزه ماریا رودریگز ماندند. آخری به دلیل اینکه در نهان عاشق رئیس بود و هرگز جرأت نکرده بود به هیچ کس حتی خودش هم این را اعتراف کند. اسم ونزوئلایی را کاراکاس گذاشتند، نام پایتخت وطن او. هر قدر هم که رئیس تهدید کرد و فحش و فضیحت نثار کرد، هیچ کس دیگر به کلوبش نپیوست و یک روز او و سه نوچه‌اش آزاد شدند. در ابتدا رئیس به فکر افتاد که کل قضیه سازمان دیگر هرگز را رها کند. اما کاراکاس دست بر قضای یک رفیق کولومبیایی داشت با وجدان انعطاف پذیر و دوستان مشکوک. و خلاصه بعد از این ماجرا سوئد به واسطه دیگر هرگز به کشور ترانزیت تجارت مواد مخدر کولومبیایی به اروپای شرقی تبدیل شد. معاملات بزرگتر می شد و فعال کردن شاخه های سرقت و اخاذی دیگر نه لازم بود نه کارمندی برایش وجود داشت. رئیس شورای جنگی با چنگک و کاراکاس در استکهلم تشکیل داد. بر سر کلنگ احمق دست و پا چلفتی که کار حمل در بزرگترین معامله کلوب تا به آن روز را به او محول کرده بودند، بلایی آمده بود. رئیس صبحش با روزها تماس گرفته بود و آنها قسم خورده بودند که کالا را دریافت کردند و پولش را پرداختند. اگر پیک سازمان دیگر هرگز با چمدان فرار کرده، دیگر ربطی به روزها ندارد. رئیس فعلا فرض را بر این گذاشته بود که روزها دارند راست میگویند. ممکن بود کلنگ به اراده خودش با پولا از شهر چیم شده باشد. نه، این فکر را پس زد. کلنگ کودن‌تر از این حرفا بود یا عاقل‌تر، بستگی دارد آدم بخواهد چطور نگاه بکند. کسی حتما از معامله خبر داشته، در مان شوپینگ منتظر لحظه مناسب شده یا وقت سفر بازگشت کلنگ به استکهلم کلنگ را ناکار کرده و چمدان را به چنگش آورده است. اما چه کسی؟ رئیس این پرسش را در شورای جنگ مطرح کرد و پاسخی نگرفت. رئیس حیرت نکرد. مدت‌ها بود به این نتیجه رسیده بود که نوچه‌هایش احمقند، هر سه‌شان. در هر حال به چنگک دستور داد به منطقه برود، چون به نظر رئیس چنگک احمق در واقع از لحاظ حماقت به پای کاراکاس احمق نمی‌رسید. بنابراین چنگک احمق شانس بیشتری داشت که کلنگ احمق و شاید حتی چمدان با پول داخلش را پیدا کند. چنگک، برو مالم شوپینگ و سر گوشی آب بده، اما کاپشنت را نپوش. پلیس همه جای شهر هست. یک پیر مرد 100 ساله گم و گور شده است. یولیوس، آلن و جنازه روی ریل تا ته جنگل رفتند. در ویتشر از بخت بعد با کشاورزی روبرو شدند. کشاورز آمده بود سری به محصولش بزند که گروه سه نفره به سرعت سوار بر درزین از راه رسیدند. یولیوس گفت صبح بخیر. آلن گفت هوای خوبی شده است. جنازه و کشاورز چیزی نگفتند، اما کشاورز مدتی طولانی گروه سه نفره را که تا دور دست می رفتند خیره نگاه کرد. هرچه درزین به ریختگری محلی نزدیکتر می شد، یولیوس نگران‌تر می شد.
گمان کرده بود که شاید سر راه از دریاچه ای بگذرند و بتوانند جنازه را در آن بیندازند، اما به دریاچه ای بر نخورده بودند. و قبل از اینکه یولیوس فرصت نگرانتر شدن پیدا کند، در زین وارد محوطه ریختگری شد. یولیوس درست به موقع ترمز زد. جنازه به جلو افتاد و پیشانیش به دستی آهنی خورد. آلن گفت اگر شرایط کمی متفاوت بود، واقعا دردش می گرفت. یولیوس گفت شکی نیست که مرده بودن هم برای خودش مزایایی دارد. یولیوس از درزین پایین آمد و پشت یک درخت سنوبر مستقر شد تا محوطه را وارسی کند. درهای عظیم منتهی به سالن‌های کارخانه باز بود، اما محوطه متروک به نظر می رسید. یولیوس به ساعتش نگاه کرد. 10:50 گذشته بود. نگاهش که به کانتینر بزرگ افتاد فهمید که وقت نهار است. یولیوس اعلام کرد که قصد دارد برود و کمی گشت شناسایی انجام دهد. آلن برای یولیوس آرزوی موفقیت کرد و از او خواست که یک وقت نرود گم بشود. این خطر چندان وجود نداشت چون یولیوس فقط میخواست 30 متر تا کانتینر را طی کند و از آن بالا رفت و کمی بیش از 1 دقیقه از نظر آلن پنهان ماند. وقتی یولیوس به درزین برگشت اعلام کرد که حالا میداند با جنازه چه باید بکنند. نصف کانتینر پر از یک جور لوله‌های فولادی بود که هر کدام را در یک جور محفظه چوبی دردار گذاشته بودند. آلن وقتی بالاخره جنازه سنگین را در یکی از دو استوانه ته کانتینر جا دادند، حسابی خسته شده بود، اما وقتی در چوبی را بست و برچسب نشانی را دید، حسابی سر حال آمد. آدیسا بابا، آلن گفت اگر چشم و چالش را باز نگه دارد دنیا را خواهد دید. یولیوس گفت عجله کن، نمی‌شود اینجا بمانیم. عملیات به خوبی انجام شد و دو مرد خیلی قبل از تمام شدن وقت نهار دوباره زیر درختان سنوبر بودند. روی درزین نشستند تا نفس تازه کنند و کمی بعد محوطه کارخانه جان گرفت. راننده کامیونی کانتینر را با چند لوله دیگر پر کرد، بعد درش را بست و قفل کرد و کانتینر دیگری آورد و بارگیری را شروع کرد. آلن فکری بود که آنجا چه چیزی می‌سازند. یولیوس می‌دانست که کارخانه ای است که تاریخی دارد. خیلی قدیم در قرن 17 آنجا ریختگری توپ جنگی بوده و عرضه آن به هر کس که در جنگی 30 ساله می‌خواست کشتارش را با کارایی بیشتری پیش ببرد بوده. به نظر آلن که از قرار لازم نبود در قرن 17 آدم‌ها این همه همدیگر را بکشند. کافی بود کمی صبور باشند و آخرش بالاخره همه‌شان می‌مردند. یولیوس گفت که در مورد همه زمان ها می شود همین را گفت. بعد اعلام کرد که استراحت دیگر تمام شده و وقتش است بزنند به چاک. نقشه ساده یولیوس این بود که دو دوست با فاصله کوتاه به بخش های مرکزی تر اوکر را پیاده بروند و وقتی به آنجا رسیدند تصمیم بگیرند که بعدش چه کنند. سرباز لس آرنسون تمام ساختمان ایستگاه قدیمی در بیرینگه را گشت بی اینکه چیز جالبی پیدا کند جز یک جفت دمپایی روفرشی که احتمالا متعلق به مرد 100 ساله بود. آنها را با خود می برد تا به کارکنان خانه سالمندان نشان بدهد. اینجا و آنجا بر کف آشپزخانه البته آب جمع شده بود که به یک سردخانه می رسید که خاموش بود. اما بعید بود که اهمیتی داشته باشد. آرنسون بعدش به دهکده بیرینگ رفت و در خانه ها را بزند. در 3 خانه کسی بود و از هر 3 خانواده شنید که یولیوس یونسون نامی در طبقه همکف ساختمان ایستگاه زندگی می کرده که یولیوس یونسون دزد و کلاهبرداری بوده که هیچ کس نمی خواسته کاری به او داشته باشد و هیچ کس از شب قبل هیچ چیزی عجیبی نشنیده یا ندیده. اما همگی آنها مسلم می‌دانستند که یولیوس یونسون دنبال کار خلاف است. یکی از همسایه‌ها که از همه عصبانی‌تر بود گفت بندازیدش زندان. سرباز رس با صدای خسته پرسید به چه اتهامی؟ چون تخم مرغ‌های مرا شب‌ها از مرغدانی می‌دزدد. چون سورتمه‌ای را که تازه خریده بودم زمستان گذشته دزدید و رنگ کرد و می‌گفت مال خودش است. چون به اسم من کتاب سفارش می‌دهد و وقتی می‌رسند از صندوق پست من برمی‌دارد و من باید پولشان را بدهم. چون سعی می‌کند که عرقی را که خودش می‌کشد به پسر 14 ساله من بفروشد. چون سرباز رس گفت خوب باشد می‌اندازمش زندان، فقط اول باید پیدایش کنم.
آرنسون به طرف مالمشوپینگ برگشت و حدوداً نصف راه را رفته بود که تلفنش زنگ زد. کشاورزی تازه تلفن کرده و اطلاعات جالبی داده بود. یک ساعت یا این حدود قبل یک دله دزد معروف ناحیه سوار بر یک درزین روی خط آهن متروکه بین برینگه و ریختگری اوکر از مزارع او گذشته بود. روی درزین یک پیرمرد، یک چمدان بزرگ و یک مرد جوان با عینک آفتابی دیده بود. به نظر کشاورز ظاهراً مرد جوان سردسته بوده، هرچند که کفش به پا نداشته. سرباز از آرنسون گفت: من که نمی‌فهمم. با اتومبیل را چنان به سرعت سر و ته کرد که دمپایی از روی صندلی شاگرد به زمین افتاد. بعد از 200-300 متر گام‌های آلن که پیش از آن هم خشک بود کنتر شد. شکایتی نکرد، اما یولیوس می‌توانست بفهمد که زانوهای پیرمرد اسباب دردسر شده است. در فاصله از آنها یک دکه هات‌داگ فروشی بود. یولیوس به آلن قول داد که اگر تا دکه هات‌داگ فروشی راه بیاید، یولیوس مهمانش می‌کند، چون استطاعتش را دارند. و بعد راه حلی برای مشکل حمل و نقل پیدا خواهد کرد. آلن گفت که هرگز در زندگیش بابت مختصری مرارت شکوه نکرده و نمی‌خواست حالا شروع کند، اما یک هات‌داگ جواب می‌داد. یولیوس قدم‌ها را تندتر کرد. آلن سکندری خورم به دنبالش می‌رفت. وقتی آلن به یولیوس رسید، یولیوس نصف هات‌داگش را خورده بود. یک هات‌داگ کبابی اعلی. و قضیه به همین هم ختم نمی‌شد. گفت: آلن بیا به بنی سلام کن، او شوفر اختصاصی جدید ماست. بنی صاحب دکی هات‌داگ فروشی حدود 50 سال داشت و هنوز همه موهایش سر جایش بود، به اضافه یک دومسبی هم در پشت. در ظرف حدود 2 دقیقه یولیوس موفق شده بود یک هات‌داگ بخرد، یک نوشابه پرتغالی و یک مرسدس نقره‌ای مدل 1988 بنی همراه با خود بنی به عنوان شوفر، جمعاً به مبلغ 100,000 کرون. آلن به صاحب دکی هات‌داگ فروشی نگاه کرد. سرانجام گفت: تو را هم خریده ایم یا فقط کرایه کرده ایم؟ بنی جواب داد: اتومبیل خریداری شده، شوفر کرایه شده، یک هات‌داگ هم سر اتومبیل. می توانم با یک سوسیس وینی وسوسه‌ات کنم؟ نه، نمی توانست. آلن فقط اگر زحمت نبود یک سوسیس معمولی آب پس می خواست. آلن گفت: و علاوه بر این 100,000 تا برای یک چنین اتومبیل کهنه خیلی زیاد است، حتی اگر شوفر هم رویش باشد. پس دیگر کاملا منصفانه است که یک شیشه شیر کاکائو هم سر بدهند. بنی فورا قبول کرد. کیوسکش را میخواست رها کند. به یک شیشه و یک شیر کاکائو بیشتر یا کمتر فرقی به حالش نمیکرد. کسب و حالش به هر حال ضرر میداد. فکر راه انداختن یک دکی هات‌داگ فروشی در یک دهکده کوچک، چنان که از همان اول میشد حد زد، فکر خوبی از کار در نیامده بود. بنی به آنها اطلاع داد که در واقع حتی پیش از آنکه این دو آقای محترم چنین به موقع برسند، در سر نقشه هایی داشته که در زندگی کار دیگری بکند، اما شوفر اختصاصی خوب این یکی به ذهنش نرسیده بود. آلن با توجه به آنچه صاحب دکه هات‌داگ فروشی با آنها گفته بود، پیشنهاد کرد که بنی یک کارتون پر شیر کاکائو در صندوق عقب اتومبیل بگذارد و یولیوس هم قول داد که بنی در اولین فرصت به کلاه مخصوص شوفر اختصاصی خود خواهد رسید. فقط لطف کند آن کلاه سراشپز دکی هات‌داگ فروشیش را از سر بردارد و از دکه بیرون بیاید، چون وقتش است که راه بیفتد. به نظر بنی چک و چانه زدن با کارفرماها بخشی از شغلش نبود. برای همین همان کاری را کرد که به او گفته شد. کلاه سراشپزیش به سطل آشغال زباله رفت و شیر کاکائو به صندوق عقب. اما یولیوس می‌خواست که چمدان روی صندلی عقب پیش خودش بماند. آلن پایش جلو می‌نشست تا پاهایش را خوب دراز کند. به این ترتیب صاحب تنها دکه هات‌داگ فروشی در اوکر رفت و در صندلی راننده چیزی نشست که تا چند دقیقه پیش مرسدس خودش بود و حالا شرافتمندانه به دو آقای در محضر بنی فروخته شده بود. بنی پرسید: آقایان قصد دارن کجا بروند؟ یولیوس گفت: به سمت شمال چطور است؟ آلن گفت: بله، بد نیست. یا جنوب؟ یولیوس گفت: پس میگوییم جنوب. بنی گفت: پس میرویم جنوب.
ده دقیقه بعد سرباز از آرنسون به اوکر رسید. با دنبال کردن راه آهن در زین کهنه ای را پشت کارخانه پیدا کرد. اما در زین سر نخ روشنی وجود نداشت. کارگران محوطه مشغول بار زدن یک جور لوله ها در کانتینر بودند. هیچ کدامشان ندیده بودند که در زین بیاید، اما درست بعد از نهار دو مرد سال خورده را دیده بودند که در جاده می رفتند و یکیشان یک چمدان بزرگ را دنبال خود می کشید. آنها به سمت پمپ بنزین و دکی ها دک فروشی می رفتند. آرنسون پرسید مطمئنن دو مرد بوده؟ نه سه تا، اما کارگران نفر سومی را ندیده بودند. آرنسون وقت رانندگی به سمت پمپ بنزین و دکی ها دک فروشی به این اطلاعات جدید فکر کرد. اما حالا سردر آوردن از کل ماجرا دشوارتر از همیشه شده بود. اول دمه دکی هاتاک فروشی ایستاد، داشت گرسنه‌اش میشد، برای همین خیلی به موقع به آنجا رسید. اما دکه بسته بود. آرنسون با خود گفت گرداندن یک دکی هاتاک فروشی در این برهود حتما کار شاقی است. و راهش را به طرف پمپ بنزین ادامه داد. آنجا آنها نه چیزی دیده بودند، نه چیزی شنیده بودند، اما دست کم می توانستند یک هات داگ به آرنسون بفروشند. هر چند لابد مزیه بنزین می داد. آرنسون بعد از نهار سرپاییش به سوپرمارکت، گلفروشی و معاملات ملکی رفت و ایستاد و با هر اهل محلی که دل به دریا زده و با سگ، کالسکه یا شوهر و زنی بیرون آمده بود صحبت کرد. اما هیچ کس دو یا سه مرد با یک چمدان ندیده بودند. رد آنها جایی بین ریختگری و پمپ بنزین قطع شده بود. بازرس کل آرنسون تصمیم گرفت به مالم شوپینگ برگردد. دست کم یک جفت دمپایی روفرشی داشت که باید شناسایی می شد. آرنسون از اتومبیلش به رئیس پلیس استان تلفن زد تا آخرین خبرها را به او بدهد. رئیس پلیس استان ممنون بود چون قرار بود ساعت 2 در هتل پلوانا کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند و تا آن لحظه هیچ حرفی برای گفتن نداشت. رئیس پلیس کمی گرایش‌های تئاتری داشت. اهل کمگویی نبود و حالا سرباز از آرنسون درست همان چیزی را که برای نمایش امروز لازم داشت به او داده بود. به این ترتیب رئیس پلیس پیش از اینکه آرنسون فرصت کند به مالم شوپینگ برگردد تا جلوش را بگیرد که به هر حال نمی‌توانست موفق شود، در طی کنفرانس مطبوعاتی ترمز برید. رئیس پلیس اعلام کرد که پلیس به ناچار فرض را بر این گذاشته که ناپدید شدن آردن کارلسون به صورت آدم ربایی در آمده. درست همونطور که وبسایت روزنامه محلی روز قبل تلویحاً مطرح کرده بود. حالا پلیس اطلاعاتی در دست داشت که کارلسون هنوز زنده است اما در دست افرادی از تبهکاران است. البته پرسش‌های زیادی مطرح شد اما رئیس پلیس ماهرانه از زیر آنها در رفت. آنچه می توانست به مطبوعات بگوید این بود که کارلسون و رویندگان احتمالیش در روستای کوچک اوکر به تازگی یعنی حدود وقت نهار همون روز دیده شدند و مسررانه از بهترین دوست پلیس یعنی عموم مردم درخواست کرد که چشمهایشان را خوب باز نگه دارند. رئیس پلیس خیلی دماغ شد که تیم تلویزیون برای این اعلام دراماتیک او نمانده بود. اگر آن آرنسون تنلش جنبیده بود، تهوتوی داستان آدم ربایی را هم کمی زودتر درآورده بود، حتما از آنجا تکان نمی خوردند. اما دست کم روزنامه زرد کشور آنجا بود. همونطور که روزنامه محلی و گزارشگری از رادیوی محلی و در عقب اتاق غذاخوری هتل مرد دیگری ایستاده بود که رئیس پلیس او را نمی شناخت. یعنی از آژانس خبری سراسری بود؟ چنگک از آژانس خبری نبود، اما دیگر داشت متقاعد می شد که کلنگ با تمام پولها از شهر جیم شده است که در این صورت تکیه بزرگش گوشش بود. وقتی سرباز دست آرنسون به هتل پلوانا رسید، اهالی رسانه پراکنده شده بودند. آرنسون سر راهش به خانه سالمندان توقف کرده بود و آنها تایید کرده بودند که دمپایی‌های روی روفرشی قطعاً متعلق به آلن کارلسون است. خانم مدیر آلیس آنها را بو کشیده و با حالت اشمعزاز در چهره به نشانه تایید سر تکان داده بود. آرنسون از بخت بعد در لابی هتل به رئیس پلیس استان برخورد. رئیس قضیه کنفرانس مطبوعاتی را برایش تعریف کرد و به او دستور داد که پرونده جنایی را حل کند. ترجیح هم به شکلی که آنچه را که رئیس پلیس به مطبوعات گفته بود نقض نکند.
بعد رئیس پلیس به راه خودش رفت. کلی کار داشت. یکیش این که خیلی وقت پیش باید دادستانی برای پرونده تعیین می‌کرد. آرنسون با یک فنجان قهوه نشست تا درباره آخرین تحولات فکر کند. تصمیم گرفت که بر رابطه بین سه مسافر در زین متمرکز شود. اگر کشاورز درباره رابطه کارلسون و یونسون با مسافر سوم در درزین اشتباه کرده بود، در این صورت قضیه ممکن است که رکانگیری باشد. رئیس پلیس هم همین حالا در کنفرانس مطبوعاتیش همین را گفته بود. اما چون به ندرت حرف درستی میزد، احتمال داشت که همین نظریه آدم ربایی را نقض کند. بنگهی شهود عینی دیده بودند که کارلسون و یونسون در اوکر پیاده می‌رفتند با یک چمدان. پس پرسش این بود که آیا دو پیرمرد کارلسون و یونسون به طریقی زورشان به عضو جوان و قوی سازمان دیگر هرگز رسیده و او را در چاله ای انداخته باشند؟ باور نکردنی بود، اما غیر ممکن نبود. آرنسون تصمیم گرفت که بگوید سگ پلیس اسکیلستونا را دوباره بیاورند. سگ و متصدیش بایست راه دراز از مزارع کشاورزی تاریخ دیگری اوکر را پیاده بروند. جایی در آن وسط‌ها عضو سازمان دیگر هرگز ناپدید شده بود. کارلسون و یونسون هم توانسته بودند جایی بین پشت ریختگری و پمپ بنزین مسافتی 200 متری دود شوند و به هوا بروند. از پهنه زمین ناپدید شده بودند بی اینکه کسی متوجه بشود. تنها چیزی که در آن مسیر بود یک دکه تعطیل شده هات دک فروشی بود. موبایل آرنسون زنگ زد. پلیس سرنخ تازه‌ای به دست آورده بود. این بار مرد 100 ساله در میولبی دیده شده بود. احتمالاً مرد میانسالی با دو مسبی که پشت یک مرسدس نقره‌ای نشسته بوده او را دزدیده. همکارش پرسید قضیه را دنبال بکنم؟ آرنسون آهی کشید و گفت نه. سالها تجربه به آرنسون آموخته بود که سرنخ خوب را از سرنخ بد تشخیص بدهد. وقتی همه چیز مبهم و مهالود بود خودش تسلایی بود. بنی در میولبی ایستاد تا بنزین بزند. یولیوس با احتیاط چمدان را باز کرد و یک اسکناس 500 کرونی بیرون کشید تا پول بنزین را بدهد. بعد یولیوس گفت که لازم است کش و قوسی به پایش بدهد و از الان خواست در اتومبیل بماند و مراقب چمدان باشد. آلن از فشارهای روز خسته بود و قول داد از جایش جم نخورد. بنی اول برگشت و پشت فرمان نشست. کمی بعد یولیوس برگشت. مرسدس سفرش به سمت جنوب را ادامه داد. پس از مدتی یولیوس از صندلی عقب صدای خشخشی به راه انداخت. بسته آب نبات باز شده ای را به طرف آلن و بنی دراز کرد. گفت ببینید در جیبم چی پیدا کردم. آلن ابرو بالا کشید و گفت یک بسته آب نبات دزدیدی در حالی که ما 50 میلیون در آن چمدان پول داریم؟ بنی پرسید در آن چمدان 50 میلیون پول دارید؟ آلن گفت اوک. یولیوس گفت نه دقیقا 100 هزار تایش را به تو داری. آلن گفت به اضافه 500 تا برای بنزین. بنی چند ثانیه سکوت کرد. پس 49 میلیون و 899,500 کرون در آن چمدان دارید. آلن گفت عجب خوب ذهنی حساب میکنی. سکوت حکم فرما شد تا اینکه یولیوس گفت که شاید بهتر باشد همه چیز را به شوفر اختصاصی توضیح بدهد. اگر بنی بعدش خواست که قراردادشان را به هم بزند ایرادی ندارد. آن بخش داستان که هضمش برای بنی سخت‌تر از بقیه بود این بود که کسی را کشته و بعدش بسته بندی کرده بودند که صادر شود. اما از طرفی معلوم بود که تصادفی بوده، هرچند که پای ودکا هم در میان بوده است. بنی که خودش اصلا لب به عرق سگی نمی‌زد. شوفر تازه استخدام شده خوب سبک سنگین کرد و به این نتیجه رسید که آن 50 میلیون به طور قطع از همان اول جایی نبوده که سزاوار باشد و حالا احتمالاً سود بیشتری به بشریت میرساند. وانگهی خوبیت ندارد که آدم همان روز اول از کار تازهش استعفا بدهد. بنابراین بنی قول داد که بماند و بعد پرسید که تو پیرمرد میخواهند بعدش چه کنند. تا آن زمان نخواسته بود بپرسد. به عقیده بنی کنجکاوی خصوصیت مطلوبی برای شوفرهای اختصاصی نبود. اما حالا دیگر خودش یک پا همدست شده بود. آلن و یولیوس اذعان کردند که در واقع اصلا هیچ نقشه‌ای ندارند.
شاید همینطور جاده را ادامه بدهند تا هوا تاریک بشود و بعد شب را جایی بگذرانند و بتوانند مفصل‌تر درباره قضیه بحث کنند. بنی گفت 50 میلیون و لبخند زد و مرسدس را در دنده یک گذاشت. ولن حرفش را تصحیح کرد. 49,899,500 کرون. پایان فایل صوتی پنجم.